تراسی بانان موشه مراشای ردی عقب در ادامه بحث تورات فیلا گفتیم که در میشتم وسط پی آی سه میسوت رو میشواره که از ثمره اونا هم انسان تو این دنیا بهره‌مند میشه، که گفتیم اونم میسوایی هستن که به نادام لخبر رو هستن در ارتباط انسان و انسان به این شکل وقتی که نسبت به دیگری خوب بوده فرمان خدا هم انجام داده، در واقع هم خوب بوده، به درگاه خدا هم خوب بوده نزد مردم. و گفتیم چجوری میشه که تلمود تورا که اونجا شمرده شده تلمود تورا که نگهت کلام و نتیجه که بحث بود این بود که چیزی بهتر برای مردم بهتر از توراتن ازش وجود نداره، ولی موضوع تفیلا باقی میمونه و در واقع گم تفیلا هو طول بریوت، همچنین تفیلا هم خوبه برای مردم. چجوری؟ از طرف دیگه ما پیدا کردیم برایت هایی که یه مقدار متفاوت از متن میشنا درس خوندن، همونطور که اومده در تحرون در سقه چباد افکاف زنی هم مدالف که میشمانم باز بعضی میسوهای دیگه که اونها هم وقت که نگاه میکنیم از همین نوع هستن که جانه میسوهاتی هستن که طول امقام طول بریوت، هم فرمان خدا را انجام داده هم نساد مردم به درستی رفتار کرده، که اونجا در مسئله چبان فرماد اما راوی اودا برشیلا فرموده، راوی اودا برشیلا فرموده، ریبی آسه فرموده، ریبی آنان شیش مورده که انسان میخوره از ثمر اونها در این دنیا و اصلش با برجاست برای او در علام عبا. و اینا چیا هستن؟ اخناسه درخین مهمونوازی بیقور خولین ایادت از بیماران و ایون تفیلا، تفیلای عمیق و با دقت خوندن، هشکامت به تمیدراش سرکزه کردن برای به تمیدراش، کسی که بزرگ میکنه فرزندانش رو در راه آموزش تورا، و ششمی کسی که دین میکنه رفیقش رو لکفز خود. اینجا هم نگاه بکنیم چهار موردش به وضوع در ارتباط با دیگران هست، لخ مساد خوریم بیر خود خوریم امگردال باناب لیتنم تورا و داند خبر رو لکفز خود. همونطور که ما میگیم بعضی از این هم رو در عروض در تفیلای شهری هم میخونیم، وگه اینطوره لازمه که بگیم طبق نتیجه قبلی که همچنین سرخیزی کردن برای رفتن به بیت المدراش و تفیلای با کوانا و از صمیم قلب خوندن هم گذشته از اجرای فرمان خدا طول بریوت هم هست، تأثیر مصاد هم رو مردم داره. چجوری؟ همونطور که نوشته ربن و آشر هاروش یش معلام یوخدت، وجود داره درجه و ارزش خاصی برای تفیلایی که با کوانا از صمیم قلب خونده میشه و تمام چیزی که ذکر شده این مورد که انجام میده هم رضایت خدا رو هم رضایت مردم رو. ولی خب چجوری تفیلا خوندن؟ خب بیشتر ارتباط راز و نیاز با خداست، ارتباط انسان با خداست، چه ربطی به مردم پیدا میکنه؟ از جنبه سادهش توضیح میدم که وسیله که آدم تفیلا میخونه در حق آدم دیگری، بیشتر فلانی گرفتاره، درازون مریضه، فلانه، در حقش تفیلا میخونه. خب پس این خود تفیلای طولبریوت هم شده، داره خوبی میکنه در حق دیگران. ولی که رشیزال در همون مسیق چباد افکازین عمود بد نوشته ایون تفیلا، این تفیلای عمیق و با کوانا خوندن در زمره گمیلود اسادیمه، نیکی کردن به دیگرانه. چجوری؟ که در میشله یود آلف یود زنی نوشته گمل نفشو ایش حاسد، خیلی میرسونه به جان خودش فرد احسان کار و نفش خودش اشاره به تفیلاست. همونطور که در مورد خنا مادر شمول عناوی تو همون تیتوال لنا میخونیم در شمول آلف آلف تیتوال و اشپخ ات نفشی لیفنه ادونای، میگه میریختم جانم را به درگاه خدا
نمیگه کلامم را به درگاه خدا میگفتم، بلکه تفیلای از صمیم قلب خوندن رو مثل نثار جان به درگاه خدا گفته. وایش بخ ات نفشی لیف نشه. رشیدار از همجا نتیجه میگیره که گمبل نفشو در واقع تفیلای با از صمیم قلب خوندن و با نیت کامل خوندن نوعی گمیلو دستادیمه. یعنی که تفیلا میخونه، کسی که تفیلا اینگونه میخونه، تفیلا با کوانا میخونه، ایش آسده، فرد احسانکاره. به این وسیله که با تفیلا خوندن، تفیلا که از صمیم قلبه در واقع جونشو به درگاه خدا بیان میکنه، همونطور که نوشته نزد حنا، در چنین حالتی این فرد احسانکاره و خوبی میکنه مردم. بنابراین مزدش هم در این دنیاست و اصلش در علماء عباس. جمع‌بندی بکنیم اینه که حتی موقعی که آدم تفیلای یاهیدی هم میخونه، یعنی تفیلا هم میخونه در حق خودش، نه برای روبن تفیلا میخونه، نه شیمون علوی، برای خودش تفیلا میخونه، شاید که اونجا هم تأثیر گذاره بر دیگران. چجوری؟ چجوری خیرش به دیگران میرسه؟ حقیقتاً اگر دقت بکنیم تو متن تفیلا به طریقی که ترتیب دادن و تیخون دادن هر شکل نسته دگه دولا، متن تفیلا که ما میخونیم همش به حالت جمع گفته شده. به زبان فردی گفته نمیشه. از اولش که درخواست میکنیم حتی هونه رادام دردون هم میشه، به هونه نو نمیگه، به هونه نی، به من شفقت کن، رفاع نو، درخواست برای همه میکنی. همه متن تفیلا به لفظ جمعه، که یعنی فرد که حتی که خودش حالا اصلا گی نیورده تک و تناس یا ایده هم تفیلا میکنه، فقط در حق خودش تفیلا نمیکنه، در حق همه داره تفیلا میکنه، که سرجم میکنه کلال اسرائیل رو در تمام تفیلاست. و به خصوص در چیزی که اصل تفیلاست لازم که باشه احساس ناراحتی به خاطر خرابی بیت امیداش، سحر شخینا، همونطور که نوشته بخواییم به اولاجی این زخزر راخا، که اینجا حالا جا بحثش نیست، اما به هر حال کل متنه چون قسمت هایی که خواهش، تمناست، درخواست، همه حتی ویدویی که ما میخونیم نمیگهیم خطاتی، آویدی، پاشتی و آشمتی، آشم نو، یه جورایی از طرف جمع ویدوی میخونیم. و فقط متن تفیلا هست که متن تفیلا که تیخون دارن شکل سگ دولا به این شکل هست. اما تو که مثال زدیم هنینو میتخا، رفاینو هشم، بارخینو و همینطور آشیواش و فتنو و همه اونها. و اگه اینطوره مسلمن تفیلا این گونه خوندن حالت افهم به سورال اتباله، این تفیلای فردی و در حق یک نفر محسوب نمیشه، در حق جماعته. پس با تفیلا خوندن خیرش هم به جماعت رسیده و به این وسیله میاره انسان فیض بسیاری به دنیا. البته که پیدا کردیم در تورات نقدوشا مفهوم کلی تورات نه شیم لو بریتی یوم ولایلا خود چامی وارث رو سامتی، که اگر پیمانم، حالا مسئله تورات ازش نبود، قوانین روز و شب، قوانین آسمان زمین اصلا قرار نمیدادم، که همین دلیل آموزش تورا هم چه خوبه برای دیگران، که نداری چیزی بهتر برای مردم بیشتر از این، بیشتر از تورا، که اگه تورا نبود این دنیا بقا پیدا نمیکرد. همین حالت هم برای موضوع است که وقتی که تفیلای از صمیم قلب خونده میشه که این فیض عظیمی به دنیا میاره و وجود داره در این حالت خوبی برای دیگران، چه به صورت کلی چه به صورت فردی. و یه شماره میشه گفت همچنین در این مورد که نداری لیسوهای بزرگتر در ارتباط بین انسان و انسان بیش از این. و همه جنبه های روحانی، معنوی و مادی این دنیا وابسته به تفیلاست. خیلی وقتا آدم تو مزیقه قرار میگیره به خاطر اینکه احساس بکنه که باید بخواد. چون مادامی که آدم یه چیز رو نخواست و همجوری خدا مفتی در احساسش قرار میده، قدرش رو درست حسابی نمیدونه. بس که احساس نیاز میکنه و حالا میخواد،
این شکلی خیلی راحت‌تر بهش داده میشه. از اول برشته همینطوره. میبینیم اول برشته هم میگه هنوز خدا بارون نبارینده بود، هنوز گیاهی نبود. چرا؟ چون که هنوز آدم نبود. آدم آلیشون اومد احساس که برای این دنیا بارون مورد نیازه. تفیلا خون خدا بارون داد بیامد. همینطور این که میبینیم در مورد ابراهام، موسی، یعقوب با در ارتباط با همسراش و اینا ابتدای کار بچه دار نمیشن. حالا تو قول اخا میگه اگه خداوند تفیلای صدیقمو دوست داره که این احساس نیازه باشه، برای خیلی ها دیگه همجوری نخواستم خدا بهشون بچه میده. اما اینجا دوست داره که این فرد احساس نیاز بکنه، بخواد تا خدا ازشون بهش بده. و گفتیم این تفیلای حالا نه تنها برای خودش تأثیر گذاره، برای دیگران هم هست. ابراهام و سارا کلی تفیلا خوندن، خدا بهشون بچه میده. و با قدرش سارا نه تنها سارا صاحب فرزند میشه، بسیاری از زنای دیگه هم که بچه دار شدن تو زمان مورد عنایت قرار میگیرن. ابراهام با سارا، بعدن با راهل میبینی، با حنا میبینی. ولکن به همین خاطر میرسه به انسان ثمره ای از این مزد این میسوا، از جمله تورا، از جمله تفیلا در این دنیا، و اصلش باقی مونه به صورت کامل برای اولام حبا. برای چه ارتباطی بین خود تورا با تفیلا هست اونو به زرستان فرصت بعدی خدمتتون میگم.